پرزیدنت دونالد ترامپ تلاش برای تصویب طرح جمهوری خواه محور لغو و جایگزین کردن بیمه درمانی همگانی موسوم به اوباماکر را سه شنبه با اعضای حزب جمهوری خواه با تاکید در میان گذاشت. او در نشست کمیته اعضای کنگره حزب جمهوری خواه گفت که رأی مثبت پنج شنبه اعضای مجلس نمایندگان کنگره به این طرح در حقیقت عمل به وعده های انتخاباتی است که مردم بابت آن او را به کاخ سفید رساندند و کنگره را با اکثریت جمهوری خواه حفظ کردند. اما بر پایه بررسی اداره بودجه کنگره که یک نهاد فراحزبی است با اجرای این طرح جدید جمهوری خواهان 14 میلیون نفر بیمه های درمانی کنونی خود را از دست خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرهاد پولادی. پرزیدنت ترامپ در جمع برخی از اعضای حزب جمهوری خواه که برای جمع‌آوری کمک‌های مالی نشستی را برگزار کرده بودند گفت که با تصویب طرح جدید بیمه درمانی جمهوری خواهان در کنگره و کاخ سفید انتظارات مردمی که آنها را برگزیدند برآورده خواهند کرد. تلاش قانونگذاری ما با رأی‌گیری حیاتی روز پنجشنبه آغاز می‌شود. نتیجه این رأی برای حزب جمهوری خواه و مردم کشورمان حیاتی است. فرصت آن رسیده است که بالاخره فاجعه‌ای به نام اوباماکر را لغو و جایگزین کنیم. قانون کاملا فاجعه بار است. طرح مجلس نمایندگان ما را از کابوس اوباماکر خلاصی می‌دهد و اختیار گزینش بیمه درمانی را به ایالت‌ها و مردم آمریکا باز می‌گرداند. این طرح شامل راه حل‌های محافظه‌کارانه است که ما به خاطر آنها انتخاب شدیم. مردم از ما جمهوری‌خواهان می‌خواهند که این راه حل‌ها را به اجرا بگذارند و وعده‌های خود را تحقق بخشیم. یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا لغو بیمه درمانی موسوم به اوباماکر بود. آنها می‌گویند که ادامه اجرای آن حق بیمه درمانی افراد را برای اینکه افراد کم درآمد را تحت پوشش قرار می‌دهد، به صورت پلکانی افزایش سرسام آوری خواهد یافت. این امر در برخی از ایالت‌ها محقق شده است. بیمه اوباماکر حدود 20 میلیون تن را که نمی‌توانستند از عهده پرداخت حق بیمه درمانی برآیند، را پوشش داد. اما روز دوشنبه گذشته، اداره بودجه کنگره که نهاد مستقل و متشکل از کارشناسان اقتصادی است، با انتشار بررسی خود اعلام کرد که اجرای این بیمه، یعنی بیمه درمانی جمهوری خواهان، به عنوان یک جایگزین قانون اوباماکر موجب می‌شود که حدود 14 میلیون تن بیمه درمانی خود را از دست بدهند. تام پرایس وزیر بهداشت و درمان دولت آقای ترامپ از این گزارش انتقاد کرد و گفت که یافته های این گزارش بر بخشی از این طرح استوار است و نه تمامی آن، زیرا که دولت پرزیدنت ترامپ قصد دارد که پوشش افراد تحت بیمه را افزایش دهد. آمریکا یکی از معدود کشورهای صنعتی جهان است که بیمه درمانی همگانی ندارد و افراد باید بر اساس قانون بیمه اوباماکر و بر حسب وسع مالی خود بیمه درمانی تهیه کنند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد. آقای ترامپ همچنین در این نشست بار دیگر درباره موانعی که بر سر اجرای فرمان مهاجرتی ریاست جمهوریش پیش آمده سخن گفت و بار دیگر قوه قضاییه را به باد انتقاد گرفت. ما همچنین در حال بهبود بررسی پیشینه افراد هستیم، اما خیلی صریح بگویم که دادگاه‌ها با ما همکاری نمی‌کنند. امر خیلی مضحکی است. برخی می‌گویند که من نباید از قضات انتقاد کنم، اما من برای اینکه از ورود مجرمین و تروریست‌ها به کشور جلوگیری کنم انتقاد می‌کنم. ساعتی پیش از سخنرانی پرزیدنت ترامپ، نیل گورسوچ، نامزد پیشنهادیش برای تصدی یکی از کرسی‌های دیوان عالی کشور، در اولین جلسه فرایند دریافت رأی اعتماد از مجلس سنا گفته بود که انتقادهای پیشین آقای ترامپ از قضاتی که جلوی اجرای فرمان ریاست جمهوری او را گرفتند، امری مایوس کننده و تضعیف روحی است. هر دو فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ که ورود شهروندان و پناهجویان 6 کشور عمدتاً مسلمان را از ورود به آمریکا به مدت 6 ماه ممنوع کرده بود، به حکم قضات دادگاه‌های فدرال معلق شده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.